حرکات مختلف دست و منیان در کشورهای مختلف دنیا. دوستان عزیز، در این ویدیو با چند نمونه از حرکات دست آشنا خواهید شد که نباید در بعض از کشورهای خارجی انجام داد. اما قبل از آن فراموش نکنید که چینل کابل میدیا را سابسکرایب نموده و زنگ را فشار دهید. فرهنگ ملت ها از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. برخی کلمات و واژگان معمولی در برخی کشورها اهانت به شمار می رود. این موضوع درباره اشاره ها، ژست ها و حرکات دست هم مطابقت می کند. ممکن است یک حرکت در کشور نشانه از احترام و در کشور دیگر نمادی از توهین باشد. در این ویدیو با چند نمونه از حرکات دست آشنا خواهید شد که نباید در بعضی کشورها این کار را انجام داد. حرکت اوکی، استفاده از آن به معنای خوب است، جالب است، موفق شدی، زدی به هدف. اما در کشور برزیل معناش تغییر میکند، یعنی زحمت و تلاشات هدر رفت، هیچ بهره از آن نبردی، نمادی از کوبیدن بر آهن است. علامت موافقم، استفاده از آن به معنای بله، خوب است، من با تو موافقم، برایت آرزوی موفقیت و بهروزی دارم. اما معنای منفیش در کشورهای ایران، عراق، فرانسه و سوئیس یک نوع فحش و اهانت به شمار می رود. انگشتان در همگره خورده، معنای مثبت آن یعنی برایت آرزوی خوششانسی و خوشبختی دارم. اما معنای منفی آن در کشور ویتنام یعنی من از این کار متنفرم و اشاره توهین آمیز به اناتومی زنان. مشت گره کرده، معنای مثبت آن یعنی یک نوع شوخی با بچه ها، یعنی ببین من بینی تو را گرفتم، من برنده شدم. اما معنای منفی آن در کشور ترکیه، روسیه و اندونزیا یعنی تو شکست خوردی و در افغانستان ما یک نوع فحش به شمار می رود. علامت هفت، معنای مثبت آن نشانه از صلح و آرامش است. اما معنای منفی آن در استرالیا، انگلیس، آیرلند و نیوزلند به معنای جنگ و ستیز است. علامت بیا اینجا، معنای مثبت آن لطفاً بیا اینجا، هی تو بیا اینجا. اما معنای منفی آن در کشور فیلیپین یعنی هی سگ بیا اینجا، درخواست کردن برای آمدن اما به شکل توهین آمیز. اشاره با دو انگشت، معنای مثبت آن یعنی دو گلاس آب میوه لطفاً. اما معنای منفی و توهین آمیز آن در ایتالیا یعنی آب میوه مزه بدی دارد، بیشتر از این نمیخواهم. اشاره با کف دست با حرکت از بالا به پایین، معنای معمولی و بدون توهین آن یعنی لطفاً دور شو. معنای منفی در استرالیا، ایالات متحده آمریکا، کانادا و فیلیپین و ویتنام که درخواست برای نزدیک شدن برای انجام کارهای نادرست و سوء است. اشاره با کف دست باز، معنای مثبت آن لطفاً بیشتر از این غذا نیاور، کافی است. اما معنای منفیش در کشور یونان و پاکستان به معنای تهدید بر پرتاب یک مشت خاک بر سر فرد متخاصم است. علامت برای نشان دادن خوشحالی و خوشبختی، معنای مثبت آن اشاره برای بیان خوشبختی و شادی است. اما معنای منفی آن در کشور ایتالیا، برزیل، کولومبیا، اسپانیا و پرتغال یعنی به عنوان خیانت به همسر است. احوال پرسی با سه انگشت، معنای مثبت آن سلام و احوال پرسی است، یا به این معنا که من از طرفداران فیلم سینمایی آتش مبارزه هستم، زیرا کرکتر رودین با بازیگری جنیفر لارنس این حرکت را استفاده می کرد. اما معنای منفی آن در کشور تایلند اشاره به طغیان و سرکشی و به معنای ضد دولت بودن، متنفر بودن از زندگی خود و مخالفت با همه چیز است. دوستان عزیز، اگر معلومات مورد پسند شما قرار گرفته باشد، پس برای حمایت ما چینل کابل میدیا را سابسکرایب نموده و زنگ را فشار دهید. تشکر از توجه شما.